سلام، پنجشنبه 20 تیر 98 11 جولای 2019 میلادی. عملیات ناکام سپاه در گروگان گرفتن کشتی نفتکش بریتیش هریتیج کماکان در صدر اخبار و توجه بین المللی قرار داشت. این کشتی نفتکش که مدتی در عربستان پهلو گرفت و ماند تا کشتی نظامی بریتانیا برای اسکورت کردن او برسه، وقتی که خواست از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کنه، به روایتی با 3 قایق و به روایتی با 5 قایق سپاه مواجه شد که میخواستند اون رو به داخل آب ایران هدایت کنند و بعد به استناد عبور از مرز ایران اون رو توقیف کنند که با اسکورت کشتی مونتروز انگلیس مواجه شدند که کشتی جنگی بود و قایق‌های سپاه ناچار به فرار شدند. پنتاگون اعلام کرده که از این عملیات از بالا فیلم هم گرفته و به زودی منتشر میکنه. اما بعد از این ماجرا که خب شکست بدی محسوب میشه، سپاه بیانیه داده و گفته ما نمیخواستیم این کشتی نفتکش رو بگیریم. اگر دستور داشتیم، منطقه پنجم سپاه قادر بود تا این کار رو انجام بده. انگلیس رسما ایران رو متهم کرد به اینکه میخواسته این کشتی رو گروگان بگیره و شاید به تلافی و یا شاید هم در مسیر طبیعی پلیس جبل الطارق که تابع انگلیس هست، کاپیتان و افسر ارشد کشتی گریس یک رو که تانکر نفت ایران رو میبره و توقیف شده در جبل الطارق و دریای مدیترانه، بازداشت کرده و اسناد کشتی رو هم ضبط کرده. بریتانیا تأکید کرده که دولت البته محلی جبل الطارق که بار کشتی گریس یک نفت خام ایرانه و بارنامه نشون میده مقصد اون هم پالایشگاه سوریه‌ایه. به هر حال این ماجرا منجر به واکنش امریکا هم شده. ژنرال مارک میلی که نامزد ریاست ستاد مشترک ارتش امریکاست، امروز در سنای امریکا کمیته نیروهای مسلح برای این شغل جدید از او سوال جواب می کردند. از جمله چند سناتور از او در مورد عملیات ایران پرسیدند و او اعلام کرد که فعلا در حال دنبال تشکیل ائتلافی بین المللی هست امریکا برای اسکورت کشتی های نفتکش و تجاری در منطقه که تا 2-3 هفته آینده گفته شکل میگیره. در سوی دیگه طرح فرانسه که فریز در برابر فریز یا توقف در برابر توقف نامیده شده بود و از دو طرف ایران و امریکا میخواست که امریکا هیچ تحریم جدیدی نگذاره، ایران هم هیچ اقدام جدیدی چه در برجام چه در کار نظامی انجام نده، برای 3 ماه دو طرف دست به کار جدید نزنن تا آرامشی برقرار بشه و راهکاری برای مذاکره و صلح پیدا بشه. اما در حالی که آقای ایمانوئل بون هنوز در ایران بود و با آقای روحانی داشت مذاکره می کرد، این داستان قایق‌های سپاه و به گروگان گرفتن کشتی بریتانیایی اتفاق افتاد و هنوز جلسه تمام نشده. طبیعتا خبرش به آقای ترامپ هم رسید و او هم واکنش نشون داد و اعلام کرد که تشدید تحریم ها برای ایران در پیه و به این ترتیب عملا طرح پیشنهادی فرانسه توقف در برابر توقف شکست خورد. شاید بشه گفت
جمهوری اسلامی همون کاری رو با فرانسه کرد که با آقای آبه نخست وزیر ژاپن کرد، که در حالی که به ایران رفته بود تا میانجیگری بکنه کشتی ژاپنی رو هدف قرار داد. به هر صورت آقای عراقچی هم که از محتویات جلسه آقای مانوئل بون با مسئولین ایران توییتی کرده، هیچ نکته‌ای نگفته و فقط گفته جلسه برگزار شد، خوب و بدی هم حتی مطرح نکرده. در سوی دیگه آقای باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران عنوان کرده که دیگه ایران جلوی مواد مخدر که برای اروپا رو میره نخواهد گرفت و ضمناً مهاجرین رو هم قبلا ایران به تهدیداتش اضافه کرده بود. این برای چندمین باره که جمهوری اسلامی تهدید کرده که مواد مخدر رو روانه اروپا خواهد کرد. گویا که همین الان هم حزب الله لبنان با پشتوانه نیروی قدس سپاه ارتباط با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر داره و یکی از منابع درآمدی اینها قاچاق مواد مخدره و یکی از بازارهای توزیعشون هم اروپاست. اما خبرهای پراکنده‌ای هم به گوش میرسه که احتمالاً یکی دیگر از واکنش‌های حاکمین جمهوری اسلامی اقدام به گروگانگیری اتباع به خصوص دوتابیتی اگر گیرشون بیاد، چه در ایران چه در عراق یا کشورهای همسایه خواهد بود و با این گروگانگیری در واقع بلکه ابزاری رو برای چانه زنی پیدا بکنن. بر صورت وزارت خارجه فرانسه به اتباعش اطلاع داده که اگر کار واجبی ندارن فعلا به ایران سفر نکن. سازمان گزارشگران بدون مرز اطلاعیه داده و ابراز نگرانی کرده از اعتصاب غذای طولانی سه روزنامه نگار زندانی سهیل عربی خبرنگار عکاس که 20 روزه در اعتصاب غذاست. او کسی است که ابتدا به اعدام محکوم شد و نهایتا زندانی 7.5 سال برای او بریدن و سال 92 تا کنون در زندان. ساناز الله یاری و امیر حسین محمدی هم که برای نشریه گام قلم می زدند یک هفته است که در اعتصاب قضا هستند. اما آقای ظریف به المیادین در مصاحبه گفته که امریکا رو از نظر سیاسی منزوی کردیم، حالا نوبت انزوای اقتصادی آمریکاست. با امید پیروزی ایران و ایرانی.